وضعیت اقتصادی زیر صفر است. با خدا اگر نکنه داشتیم دید میکرد که از این چیزم بسر بود، چرکی که برش میگه از اون بسر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. در هوای سرد زمستانی تن نیازمندان گرم کردن از جو پاداش بیشتر داره. علای متعال مهربانی میکنن کسانی که اموالشان شب روز به طور پنهان و آشکار به خاطر رضایت او و در رای او مصرف میکنن، نه ترسی دارن و نه اندوهگین خواهند شد. 1500 خانواده در یک هفته ما توزیع داریم. 7500 خانواده را امروز دعوت کردیم، 7500 روز بعد دعوت میشن. علای متعال کسایی که هم گرفتن اجو پاداش وافر به اینابته. برنامه امروز ما شامل موادی که به نیازمندان میتیم بوتا است و همچنان جمپر است، جراب است، دستمال گردن است، جاکت است و بخاری است، دوتا کمپل است. در کل پکیج نزدیک به 10000 افغانی. کل مواد دیگهش به ذهنم نیست، تقریبا نزدیک به 5 جوره بوت است که انشاءالله به این نیازمندا داده میشه، هم از خواهرها و هم از برادرها و هم کودکا. لینک ها مشاهده میکنین. انشاءالله ما بسته ها را به سر جایش گذاشتیم، میریم به مرحله بعدی. خانواده های نیازمنده که منتظر هستن داخل میاریم شانه و مواد خودان تسلیم میشن و میرن. السلام علیکم. اقتصادی وضعیت می سنگده؟ یعنی دین خدا ایدی خدا بغض خبر ده، او که دقیق سو بینی بیا با پوشی که وضعیت سر اقام سر ده. بغیر استفاده کنین کمپل هست و بخاری هست، مواد دیگه هست، انشاءالله بخیر استفاده کنین. خدا بردن خیر بده. با خدا اگر نکنه داشتیم دید میکرد که از این چیز هم بسر بود، چرکی که برش میگه از اون بسر بود. خیر باشه، بخیر باشه. خدا زیاد صاحب از همه شما نصیب. زنده باشین، بخیر باشین. خوب هستین کاکو؟ شکر فضل خدا، زنده باشین. چطور است وضعیت اقتصادی تان در آب هوای سرد؟ والا وضعیت اقتصادی دیگه خوب نیست. خودتان سرپرست فامیل هستین؟ بله، سرپرست فامیل هستم. چند نفر هستین در خانه؟ 7 نفر. 7 نفر. ان شاء الله مواد بگیرین به خیر، مشکلتان تا اندازه حل شه. بخیر باشین. بخیر باشین. وضعیت اقتصادی زیر صفر است. کسی دیگه در خانه غیر شما کار نمیکنه؟ نه، یعنی خود ما کراچی، سر کراچی کار میکنم، ولی کراچی هم اونقدر پروشات نیست. نه حالا کم شد. بخیر استفاده کنیم، بفرمایید شما. خونه کردی؟ خونه کرد. یا سرد است؟ نه هوا سایتم سرد است. کس کمکتون کرده؟ نه. قبل از این؟ نه. تو را وضعیت اقتصادیتون؟ والا دیگه دیگه کراچی کاغذ دندگی دیگه. خب کراچی دارین؟ آره. خدا مشکلاتتان حل کنه. وضعیت اقتصادیتان چطور است؟ شوهرتان چی کار میکنه؟ شوهرم رکشاوان است، یک رکشای کرایی داره، روز 2.5 رپه به او میده، 50 رپه به ما میمونه. و این تفلکت است؟ این تفلک. خب زیر خونه هم میوردید؟ نیست که از دیگه در خانه بر کیلوش کنم، دو تاشت ککای دیگه ما به همسایه ایلا کدم. خب اگه مریض شوه؟ خدا نکنه دیگه، چی تو کنی؟ مجبور هستیم. خونه قاوردین. و بازمستان چیز آماده گرفته؟ نه چیز تال نمانده. هیچ چیزه؟ نه. بیا در شوهر به مایی بسته در کنج خانه افتاده، در کس که باور نمیکنه بیا خانه مرا فلم برداری کنه. بازمستان کس بر آمادگی چیز نگرفته؟ نه بیا در این قاغازه و یاره که از بار جمع کردیم و نمو رو میسوزانیم. به خدا مشکلتان حل کنه. مواد به خیر استفاده کنیم. بخیر. خوب هستی کاکا؟ بخیر باش، زنده باش جانم. چطور وضعیت اقتصادی؟ وضعیت دیگه چه کنی دیگه، خدا مهربان است. مقصد از مجبوری اگر بگه که هیچ از پروشد نیست دیگه، چه کنی دیگه؟ کسی کمکتان کرده؟ نه، کارگر خودم هستیم دیگه، خلاص 6 نفر هستیم، فقط خودم زحمت. چی کار میکنی؟ چه مشغول هستیم؟ یه فقط یک دانه کراچی دارم، دم سرک هستیم دیگه. میشه کارتان در کراچی؟ والا نمیشه، چی تو کنی دیگه، نان خشک میشه که یک نان دونان ببری کمجه. بخیر بین، شما بین، بین. این مواد از شماست. بخیر باشه. بفرمایید.
چطور است وضعیت اقتصادتان کسی؟ والا با شکر هیچ مزه راج نیست، کاروبار نیست، بخی بخی بیکار هستیم، بچه هم بیکار، خودم بیکار هستیم، بازار خراب هست بخی. باز زمستان چیز آمادگی نگرفتم؟ نه ندارم، هیچ پیسه هم نداریم، خانه کرایه هستیم. خدا مشکلاتتان حل کنه. بخیر، بفرمایید. البته دوستان عزیز، قابل ذکر است که نزدیک به 27 ولایت در افغانستان ما تحت پوشش قرار دادیم. ولایت بغلان، ولایت کابل، پروان، پنجشیر و جلال آباد، لغمان، ولایت هایی که امیل از زور ذهن ندارم. و این روند انشاءالله ادامه داره. در کابل ما در این هفته دو توزیع داریم، هفته بعد دو توزیع دیگه، انشاءالله که نزدیک هر کدام این توزیعات ما نزدیک به 1000 خانواده می باشه. انشاءالله ما به فامیلای نیازمند ما کمک می‌کنیم.